من اتبعكم فالجنة مأواكم. من اتبعكم فالجنة مأواكم. هر کس شما تبعیت کرد در بهشت منزل یافت. و هر که با شما مخالفت کشد دوزخ مسکن کرد. هدی من اعتصام بکن. هر که به دامان شما چنگ زد هدایت شد. خدا شما را نور آفرید، محیط به عرش خود گردان، تا اینکه با وجود شما بر ما منت فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. دیباچه سوم هم باز شد تا بتونیم بهتر حسینیمونو بشناسیم. درست سر موقع و طبق وعده‌ای که داده بودیم اومدیم، رسیدیم و نشستیم تا راحت بشیم از تمام دغدغه‌هایی که داریم. آیتم اول برنامه رو ببینیم. ای که توی آرام دلم تشنه لطفت آب و گلم، نرگس نرجس به کجایی نرگس نرجس به کجایی من ز فراغت همچنیم، تو چو بهاری من چو دیم، تا به کجا از تو جدایی نرگس نرجس به کجایی. ای روی تو ماهم من دیده براهم، بر سر راه تو نشستم که بیایی، بر سر راه تو نشستم. ای یوسف زهرا، جلوه نما تا که نمردم ز جدایی، بر سر راه تو نشستم که بی. همه با هم ای یوسف زهرا، یوسف زهرا، گم شده ما. یه بار دیگه میگین همه با هم، یوسف زهرا گم شده ما، بر سر راه تو نشستم که بیای. به 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 تو قسمت قبلی از خیلی چیزا صحبت کردیم.
از محبت که خودش کلی حرف واسه گفتن داره، از وفا، از اون کسی که لیاقت محبت ما رو داره و خلاصه نشانه های محبت رو شناختیم. ولی به نظر شما این کافیه؟ میشه با این اطلاعات به شناخت کافی نسبت به این بحث رسید؟ چرا منتظر جواب من هستین؟ خودتون بگین. با توجه به اون حرفایی که زدیم و میخوایم بزنیم، شما رو نمیدونم ولی خیلی حرف واسه گفتن داریم که باید بزنیم، همش درباره محبت. آخه بابا یکی نیست تو این وان افزا سراغی از محبت بگیره؟ چی شد؟ کجا میشه پیداش کرد؟ اصلا مگه پیدا کردنیه؟ ولی واقعا میشه دنبال محبت گشت؟ راستشو بخواین من گشتم، بود، بگردین که هست. دنبالش راه دوری نرین، همین نزدیکی هاست. یه نگاه به در دیوار حسینیه بندازین، چی میبینین؟ تمام در دیوار حسینیه ما پر شده از محبت. محبت تو اون دستاییه که تشنه بر آب زد و تشنه بیرون آمد. محبت روی اون پاهاییه که هم جای سر فرزنده هم جای سر غلام. محبت روی خاک افتاده اینجاست. شهید سر صدا کینه از جفا بریده از وفا لاله زهرا سر سر در شورشه سر ارباب حسین عزیز زینب وای ز چوب خیر سران وای ز چوب خیر سران ز دلهای اکان از ان آن چوب را شده کارش تمام
کارا کجا دنبال محبت بگردیم؟ کجا میریم؟ کجا بریم؟ ما توی نمایشگاه نشستیم و داریم به نابترین محبت‌های تاریخ نگاه میکنیم. آره به خدا، نابترین. کجای دنیا میشه پیدا کرد؟ کی دیگه خلق میشه رهزه رسیدن به آب و تشنگی؟ سیراب شدن از معرفت‌های بندگی. خیلی وقتا از روز عاشورا روزا شنیدیم و برامون تعریف کردن، ولی خیلی کم شده به موضوعات حاشیه‌ایش فکر کنیم. همه از محبت پدرانه خبر دارن، همینطور از محبت اربابمون امام حسین علیه السلام. به نظر شما آقای ما نسبت به خانواده‌اش و فرزنداش بیمه بوده که با توجه به این که میدونست اگه اونا رو به کربلا ببره شهید میشن، باز از این کارش دست نکشیده و اونا رو برده؟ اون کسی که ما میشناسیم محبتش تمام دنیا رو گرفته و محال از روی بیمهری و بی اهمیتی این کار کرده باشه. سوال سختی پرسیدم. میدونم که غافلگیر شدین، ولی این سوال مدت هاست که توی ذهن من پرسه میزنه و خیلی بهش فکر کردم. البته خوشبختانه به جوابم رسیدم. یه دوست داشتم که همیشه میگفت ای بابا همیشه تری هم هست، بهتری، بالاتری، خوشبختری، بدبختری، همیشه تری هم هست. تا ما هیچ وقت از تلاشمون کم نکنیم و هیچ وقت ناامید نشیم و غبطه نخوریم. وقتی این حرف دوستم یادم اومد متوجه خیلی چیزا شدم و به جوابم هم رسیدم. یادتونه گفتم محبت لیاقت میخواد و باید به کسی محبت کنیم که لیاقت محبت ما رو داشته باشه؟ امام حسین هم خانوادش رو خیلی دوست داشت، هم فرزندانش رو، ولی محبوبی داشت که دنیا بهش میگه خدا. خدایی که از هر محبوبی لایق تره و فقط اونه که به درد ما میخوره. اربابم امام حسین علیه السلام خودش رو تمام اون کسایی که دوستش داشتن و فدای محبوبش کرد و به این میگن دوست داشتن. اینکه تمام چیزاتو بدی تا ثابت کنی همونی هستی که میگی، به این میگن محبت. راه خونتو بلد نبودم، اگه هیچ موقع تو رو نمی شناختم، اگه دستمو نمی گرفتی آقا، همه زندگیمو یه جا می باختم. اگه راه خونتو بلد نبودم، اگه هیچ موقع تو رو نمی شناختم، اگه دستمو نمی گرفتی آقا، همه زندگیمو یه جا می باختم، همه زندگیمو باختم. دونه دونه اشکای من نظر قماته، سینه زنه تر کفنم پیرن سیاته. دونه دونه اشکای من نظر قماته، سینه زنه تر کفنم پیرن سیاته. دل من، دل من، دل من تو کربلاته. دل من، دل من تو کربلاته. حسین، 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 فقط حسین، بقیه بخونم. حسین، حسین،
اگه تو یه روزه ها مشگ چشامون همیشه بارونیه نم نم عشقه، اگه تو یه روزه ها مشگ چشامون همیشه بارونیه نم نم عشقه، یعنی خیلی وقت که تو یه دلامون غم گریه های تو میدون مشکه، یعنی خیلی وقت که توی دلامون غم گریه های تو میدون مشکه، گوشه چشای ترم موج فراته، گوشه چشای ترم موج فراته، همه خوشیم اینه که رنگ چشاته، آرزوم 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 صحن و سراته، دل من دل من تو کربلاته، حسین. حالا که بحث به اینجا کشید بیاین در این رابطه با هم حرف بزنیم. خدا و محبت. میگن وقتی آدم توی مسیر محبت و عبد بودن قرار میگیره چند تا حالت داره. یکی اینه که با زور و اکراه قبول کرده باشه که مثالش خیلیه و وقتی بریم در دل تاریخ میشناسیم. یه نوع دیگه اینه که طرف بخواد با خدا معامله کنه و میگه به شرطی عبدت میشم که منفعت زیادی به دست بیارم، که البته وضع این دسته از بندگان خیلی بهتر از دسته قبلیه. حداقل حرفشون صادقانه میزنن و دنبال کلکبازی نیستن. ولی خوش به حال دسته سوم، اونایی که بندگان دوست داشتنی خدا هستن، اونایی که از روی محبت بنده خدا شدن و این محبت رو از روی شناخت صحیح به دست آوردن. بهتر معامله همینه. اینجاست که محبت دو طرفه میشه و اون بنده ها مورد لطف خداوند یگانه قرار میگیرن. حالا شده از یه پدر بپرسین چرا فرزندتو دوست داری و بهش محبت میکنی؟ چیه؟ چرا میخندی؟ سوال مسخره پرسیدم. درسته این سوال از هر کی بپرسم بی معطلی میگه چون فرزندمه، ولی در واقع این سوال جوابی نداره و هیچ کس نمیدونه چرا این مهر و محبت به وجود آمده. شاید به خاطر اینه که پدر و فرزند همدیگر رو دوست دارن بدون هیچ دلیل و واسطه ای. بله درستش همینه. محبت داشتن دلیل نمیخواد و محبتی واقعیه که دلیل نداره و از صمیم قلبه. محبت به خدا هم باید همینطور باشه تا واقعی باشه. خدا رو باید از روی محبت عبادت کرد و واقعا دوستش داشت. به نظر شما باید چی کار کنیم که خدا دوستمون داشته باشه و دوست داشتنمون رو قبول داشته باشه؟ چی کار کنیم تا خدا باورمون کنه؟ چیکار کنیم تا خودمون خودمون رو باور کنیم؟ خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود آیا تا به حال عملی داشتی که مختص به من باشه؟ حضرت موسی جواب دادن نماز، روزه، صدقه، ذکر. خداوند فرمودن نماز برهان است، یعنی دلیل بندگی، و روزه سپریست بین تو و دوزخ، صدقه سایه ای است که در قیامت نافع است، و ذکر هم نوری است که ناجی انسان از تاریکی و گمراهی است. چه کردی که خواست من خدا باشد؟ تمام این اعمال تو برای خودت مفید است و برای من سودی ندارد. حضرت در جواب عرضه داشت پروردگارا خودت من را یاری کن، و خداوند فرمود آیا دوست من را دوست داشته و دشمن من را دشمن می شماری؟ اگه یادتون باشه گفتیم محبت کردن و دوست داشتن نباید دلیل داشته باشه. محبتی برای ما ارزش داره که نه تنها دلیل نداشته باشه، سودی هم برامون نداشته باشه. و اینه که کار ما رو سخت میکنه. بله ابتدای بحث همه فکر میکردن محبت کردن آسونه و بیدلیل، ولی حالا میفهمم محبت کردن به معبود چقدر سخته.
چه سخت راهی که خیلی کوتاهه و اونو باید تو این مدت زمانی که تو این دنیا هستیم طی کنیم. خدایا ما رو تنها نگذار و کمکمون کن. تو توانایی رو میدونی که ما بندتیم و از راز دنیا هیچی نمیدونی. تو ما رو کمک کن. واقعا چطور به خدا ثابت کنیم که بهش محبت داریم؟ شما بگی. چه محبتی بکنیم که برای ما سودی نداشته باشه و تماما برای خدا باشه و جز او هیچی؟ اگه به چند دقیقه قبل برگردیم و به یاد بیاریم که خدا به حضرت موسی چه فرمود، ممکنه سرنخ‌هایی به دست بیاریم. پروردگار بزرگ به حضرت موسی فرمودند: آیا دوستان منو دوست داشته و دشمنان منو دشمن می‌شماری؟ این یه راهنمایی برای من و شما که اگه خوب فکر کنیم قطعا میتونیم به جوابمون برسیم. ما باید دوستان خدا رو دوست بداریم و با دشمنانش دشمن باشیم. حالا یکم کارمون ساده تر شد. بیاین تا با هم دوستان خدا و دشمنانش رو بشناسیم. مثال بزنین، اسم ببرین، چه اشکالی داره؟ از دوستای خدا شروع کنین، چون وقتی دوستای خدا رو بشناسیم میتونیم دشمنانشون هم بشناسیم و این یه میونواره برامون. چرا که گفتیم محبتی که بی دلیل و منفعت باشه دو طرفه میشه و خدا هم با دشمنان اونا دشمنه. دوستان واقعی خداوند چه کسانی هستن؟ چه کسایی هستن که به خداوند یگانه بدون هیچ چش داشتی و خالصانه علاقه دارن؟ بیشک پیامبران که فرستاده شدن از سوی خدا دوستان واقعی خدا هستن. خب طبیعتاً دشمنان اونا دشمنان خدا هم محسوب میشن. پس برای ما واجبه که با پیامبران دوست بوده و آنها رو دوست داشته باشیم و همینطور از دشمنان اونا بیزار باشیم. اینطوری خیلی بهتره. داریم به یه نتیجه میرسیم. به نظر من باید تاریخ رو کمی ورق بزنیم و بیایم جلو. بعد از پیامبران. اینجاست که بهتر یادمون بیاد اون چیزی که ابتدای برنامه گفتیم. از امام حسین علیه السلام گفتیم و از این که جز برای رضای خدا زندگی نکرد و حتی از خانوادش گذشت. اونه که یکی از دوستان واقعی خدا محسوب میشه و لیاقت دوست داشتن رو داره. و طبیعتاً خدا هم جواب محبت اونو با محبتش میده و اونو دوست داره. پس یکی دیگه از کارهایی که باید بکنیم اینه که اربابمون امام حسین علیه السلام رو دوست داشته باشیم و از دشمنان اون بیزار باشیم. آقا بازم میگم خیلی دوستت دارم. هر لحظه که امام حسین علیه السلام رو صدا کنیم صدامون رو میشنوه و کمکمون میکنه. اینجاست که دوست به دوست دلمون برش تنگ میشه و به سمتش میشه. کولبارمون رو میبندیم و راهی میشیم. میریم به اونجایی که خیلی ها توفیقش رو نداشتن و ندارن. میریم کربلا. زیکه بران و کری حسین مادر زادم، دلم و به دست سالار زینب دادم، دلم و به دست سالار زینب دادم. زندگی بی حسین حرومه، بغزشش گوشه تو گلومه، کربلا رفتن آرزومه، کربلا رفتن آرزومه. السلام علیک یا ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله. حالا که نمی طلبی کربلا برقه دردم، به عکس بین الحرمینت دل خوش کردم، به عکس بین الحرمینت دل خوش. کربلا باز مسافرم کن، پرستوی مهاجرم کن، یه شب جمعه زائرم کن، یه شب جمعه زائرم کن، بوس
خسته بر خاک دست خدامه، های دنیا حسین آقامه، خسته بر خاک دست خدامه، های دنیا های دنیا سلام علیک یا ابا عبدالله. حالا که اومدیم دیگه نمیتونیم دل از حسینیمون بکنیم، یه حس عجیبیه، انگار اینجا بوی خدا میاد، انگار اینجا خدا به ما نزدیکتره، یا بهتر بگیم انگار ما به خدا نزدیکتریم. به خدا اینجا یه حس دیگه است، یه جور دیگه است، نمیشه با کلمه و جمله بیانش کرد، فقط میشه نشونش داد. اگه عزیزی دارین که خیلی دوستش دارین، نذارین پشت در بمونه، دعوتش کنیم بیاد تو. اینجا جای خوباست، جای دلاست، جای قلبه، خجالت نکشین، بیاین جلوتر، اینجا محبت معنی داره، اینجا برای همه تون جا هست. اینجاست که همه دنیا ساکت میشه و صدای زمزمه درد و دلامون به گوش میرسه که میگیم آقا ما خیلی دوستت داریم، دست نوازشی، کرمی، لطفی، عنایتی. بذارین آخرش اینطوری تموم شه. تو این حسینیه یکیه که یار دیرینه مونه و خیلی به ما محبت داره و ما خیلی دوستش داریم. اونم مثل ما دلش خون از مصیبتی که به امام حسین علیه السلام وارد شده. بذارین که این حرف آخر رو به یار دیرینه، آقا امام زمان بگم. درسته که نمیتونم هر صبح و شام مثل شما در این مصیبت خون گریه کنم، اما تمام دلخوشی اینه که بی حسین تلخم و زهراگینم، با حسین مثل عسل شیرینم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا